از خوب برنامه اکسیژن در بحث این هفته خواستیم روی موضوع بسیار جالب و مهم در رابطه با سوی اشکال یا ولادی سیستم هاضمی اطفال چیست و چگونه ایجاد میشه که برای بحث بیشتری موضوع مهمان برنامه را در استودیو با خود داریم دکتر صاحب شکرالله امین متخصص جراحی در بخش اطفال هستند. در آغاز دکتر صاحب سلام، خوش آمدید در برنامه. تشکر، زنده باشین. به نام خداوند الله قلم، سلام های خدا خدمت شما و خدمت بینندگان محترم تلویزیون آرزو تقدیم میکنم و خوش هستم که همراه شما هستم و در خدمت مردم هستم و میخواییم که در مورد یک نقیصی ولادی که مربوط جهاز هاضمه میشه ما همراه شما هم صحبت هستیم و بر مردم معلومات در این ارتباط میدیم. ممنون دکتر صاحب. قسمی خودتون گفتین واژه تیبیش که انومولیس یا امون نقیصه یا سوی اشکال در اطفال، خود از این اگر بیشتر توضیح بدین چیست و چه وقت چگونه ایجاد میشه؟ انومالی اصطلاح طبی نقیصه های ولادی یا مادرزادی می باشد که در پیش اطفال نوزاد از سبب های مختلف به وجود آمده می تانه که سبب های ازی می تانه که همو تغییراتی که در جنین طفل به وجود میاد در زمانی که القا صورت میگیره و این سبب میشه که نقیصه های ولادی را در تمام سیستم ها تنها در جهاز هاضمه در سیستم جهاز هاضمه و در دیگه سیستم ها به وجود بیاره و اینا ما امروز بحث ما چون موضوع بسیار کلان است وقتی که انومالی میگیم و یا ای که نقیصه های ولادی میگیم این بحث بسیار کلان است. میخواییم که در مورد نقیصه های ولادی جهاز هاضمه براتون معلومات بدیم. دکتر صاحب در رابطه با سیستم هاضمی نوزادان بگوین که کدام فاکتورها بیشتر در ایجاد سوی شکل یا انومالی ها وقتی که نوزاد یا طفل که به وجود میاد یا به دنیا میاد با سوی اشکال یا نقیصه های ولادی تولد میشن؟ سبب های مختلف در ارتباط موجود است. مثلا ما مثال میتیم میگیم که یک نقیصه ولادی در جدار بطن و یا در دیوار اشکم نوزاد به نام آنفلوسل و یا گاستروشیزیا است، یکی از سببای ازی که بر علاوه که امو کروموزوما در جایی که باید نصب شود ناقص نصب میشه، یکی از سببایش کم عمر بودن مادر مطرح است. خصوصا دختر خانم هایی که ازدواج میکنن مادر میشن سنشان خورده است، این ارتباط داره. و بر علاوه فعلا ما شما میفهمیم که یک تعداد مواد خوراکی ارگانیک نیستن، جنیتیک از این تغییر خوردگی است. یک تعداد مادرانی که در جریان حاملگی دواهایی که سبب ضرر رساندن به جنین میشه و یا طفلی که در اشکم بشه است سبب از این میشه که امی انومالی ها یا نقیصه های ولادی را سبب شود و بر علاوه از این میتونه که نزدیک بودن شوهر همراه خانمش که دختر کاکا بچه کاکا ارثیت یعنی جنیتیک نقص چی داره و به صورت عموم وقتی که ما ردیف میکنیم زیادتر مسائل ارتباط به ارثیت میگیره که در صورتی که امی یک جین ناقص ما شما یک چی داریم از طرف مرد و از طرف خانم 23 کروموزوم زنجیری که به حساب دی ان ای را میسازه اینا یک جای میشن و سبب از این میشه که یک جسم دیگری که به حساب با جنین باشه با وجود میاد. در صورتی که همین زنجیرا صحیح منظم با هم نصب نشه در صورتی که ناقص نصب شه سبب به وجود آمدن نقیصه های ولادی میشه که داینده برشون بسیار جنجال بار همین نقیصه های ولادی که شما میگین از قبیل در سیستم هاضمه میتونه در کدام عضو یا در کدام قسمت های بدن زیادتر بارستر نشان بده؟ اینا معمول ترین نقیصه های ولادی نسبت به دیگر قسمت ها هست، مثلا قلب، ستون و فقرات، مثلا بخش جهاز بولی، تناسلی، در مجموع از اینا که در زیادتر جهاز هاضمه می باشه و جهاز هاضمه به خاطر این مهم است که یک طفل زمانی که تولد میشه تا 24 ساعته میتونه تحمل امو
ذخیره که از بدن مادر یا از خون مادر گرفته همراه از او تحمل نشان میده و تا یک هفته هم 5 الی یک هفته هم میتونه که در صورتی که مایعات بدنش تکمیل شود برش از طریق رگ یا ورید داده شود میتونه که این تحمل میکنه. بله. و بعد از او ضرورت به شیر مادر و یا یک مستعذره که به حساب مشابه از او است مثل شیر پودری مثل دیگرا در مجموع بعد از او مجبور میشه که از خاطر از اینکه میتابولیزمش یا استقلاب بدنش ضرورت به این داره که مواد غذایی برش برسه و انرژی تولید بکنه به حیات خود دوام بکنه و از او خاطر وقتی که نقیصی ولادی و یا مادرزادی در پیش اطفال نوزاد در جهاز هاضم باشه در هر قسمتی اگر بوده باشه سبب میشه که او انرژی یا مواد غذایی که به انرژی تبدیل میشه او را بعد ساورده نتونه و سبب مشکلات فراوان شه و حتی سبب مرگای ناگهانی و سبب مرگای نوزادی میشه که ما شاید از او هستیم. مثلا ما اگر تقسیم بندی بکنیم بگوییم که جهاز هاضمه را مجبور هستیم در مورد شگندوز معلومات بتیم که از لب شروع میشه که باز دهن است، حلقوم است، میری است، میده است و بعد از او به روده های خرد که به نام دودونوم یا اثنی‌عشر یاد میکنن جوجونوم، ایلیوم که اینا روده های خرد هستن و بالاخره در چوکات روده کلان که به شکل یک یوی سرچپه از این طرف ناف تا این طرف امتداد داشته اینا در هر قسمت از اینا میتونه که همون انومالی یا نقیصه های ولادی به وجود بیاید. مثلا یک کسی که مثلا یک طفل که نوزاد از تولد شده در صورتی که در میری از یک نقیصه موجود باشه در اون صورت مشکلات جدی را سبب میشه که نتونه تغذیه بکنه با شیر مادر و در نتیجه سبب مشکلات جدی که به حیات تهدید کننده حیات است در پیش پیدا شود. زیادتر در بطن نوزاد در رابطه با نواقص یا نقیصه های یا سوی شکل هایی که وجود میه میتونه کدام نقیصه ها باشه؟ ما بخوایم اگر این را به صورت مفصل تشریح بکنیم خیلی وقت در بر میگیره. میخوایم که این را به شکل سادش یک توضیحات براتون بدیم. بله. وقتی که ما گفتیم که جهاز هاضمه از دهن شروع میشد بله. یگانه انومالی که زیادتر مشکلات و خطر حیاتی برای نوزاد جور میکنه موجودیت انومالی در میری میباشه. بله. میری ساختمان نلمانند است که از حلقوم از دهن به حلقوم وقتی که چی میکنیم و از حلقوم به میده وصل میباشه و شیر مادر یا هر چیزی که به حساب یک انسان بله میکنه او را تا میده را انتقال میده و این میتونه که به سه شکل سبب نقیصه ولادی در پیش از این پیدا شود که ایره تصنیف کردن که انومالی میری یکی در قسمت پایین تر بله در قسمت نزدیک میده و شزن که میگیم پایپی که هوا را به داخل ششا از رای بینی انتقال میده که همراه از این فیستول یک کانالی که یک پایپی که در بین هر دویشون به شکل نقیصه ولادی به وجود میاد و سبب از این میشه که زمانی که شیر میخوره و این شیر انتقال پیدا بکنه طرف شش و هر ماده اضافی هر مایه اضافی که طرف شش میرد عکس العمل در اونجا ایجاد میکنه خطرات جدی به نام اسپایریشن یک اصطلاح داریم که در اونجا میرد این سبب میشه و سبب خطرات جدی حیاتی میشه. یک شکل دیگه از این که میتونه که تنها نقیصه در خود میری بوده باشه که فکر بکنیم که مثل که دو دانه انگشت بله باره تو ارتباط میتیم که در اینجا به همه دیگه نرسیده یعنی کانال در بین از این موجود نیست و هر چیزی که از این طرف از طرف دهن میره به این طرف انتقال پیدا نمیکنه و این تقریبا در حدود 10% واقعات تشکیل میده و فیستول همراه شزن همراه میری
که در قسمت پایین‌تر نزدیک معده بوده باشه، ایره 68% واقعات تشکیل میده. و 4% واقعات از ایره در قسمت بالا که گاهی همراه فیستول میباشه و گاهی همراه فیستول نمیباشه موجود میباشه. اعراض از این وقتی که بخوایم که ببینیم که در پیش طفل چه اعراض است، طفل استفراغ داره، لعاب دهنش میایه، اما تنها لعاب دهن است. بله. دلبدی داره، بعضا استفراغ داره، اما او دهنش میره. و در این زمان وقتی که ما بخواییم که یک پایپی که به نام انجیتوب یاد میشه که بله. داخل میده بسازیم از طریق مری، او انتقال پیدا نمی کند به خاطر از که اونجا بندش است. و این بندش سبب عظیم میشه که او پایپ دار بخوره. در زمانی که اکسری میگیریم ما بر ما ایره مشاهده کردن میتونیم که در کدام قسمت به چی شکل این انومالی موجود است. و تداوی از او تداوی عاجل جراحی کار داره. بله. بخاطر از این که چون او طرف تشوش میتابولیک و یا بله. تشوش استقلاب پیدا نکنه، مجبور هستیم صدر واس شوه که او را ترمیم بکنیم در صورتی که امکانش باشه. در صورتی که از 4 سانتی بالاتر این فاصله موجود باشه، در اون صورت مجبور هستیم که میده را به جدار بطن یا در دیوار بطن را واز بکنیم که تا از این طریق ما شیر به طفل نوزاد داده بتانیم که تغذی بکنه، کلیگه پایش نرمال شود و بعدا به خاطر مداخله صدری بله. و طولانی منتظر بشینیم که این طولانی شود که تا بتانیم که ایره باز پیوند بکنیم. و برعلاوه از این بعضی انومالی ها مربوط میده میشه. دقیقا مربوط میده دو قسم انومالی موجود است، یا عامل سببی خارجی که بالای معده تاثیر میکنه بله. سبب دارو خوردن معده میشه که ایره به نام والبولوس یا دارو خوردن معده که بله. هم به دو شکل بوده میتونه که یکی بالاتر از خود جسم معده که دارو میخوره و یکی پایینتر از جسم معده دارو میخوره. و اگر عامل سببی آن فاکتور داخلی بوده باشه، او در قسمتی که میده را ما ایتو چی میکنیم که دو دانه کشک داره یا بله. موثر را یاد میکنن، یکی در قسمت بله. بالا که بنام کاردیاک یاد میکنن و یکی در قسمت پایین که بنام پایلور یاد میکنن. و در پایلور زمانی که در اونجا بندش اگر موجود باشه، سبب از این میشه که در پیش نوزاده که مربوط به یه انومالی باشه دلبدی در پیشش موجود میباشه، استفراغ بدون صفرا موجود میباشه در پیشش و ای هم میتونه که بله. تام بد باشه، میتونه که همراه یک ردچ کوتاه یا 2 سانتی 3 سانتی در اینجا ای از هم دور باشه و یا همراه یک پرده بسیار نازک از هم دیگه فاصله داشته باشه. در هر صورت و ای هم باید مداخله عاجل جراحی با تداوی مداخله جراحی میتونه که رفع شوه. مداخله عاجل جراحی شوه و دکتر پیش دکتر جراحی اطفال بره که در اونجا بره. در صورتی که تداوی کامل صورت گرفت، آیا امکان آمدن دوباره نقص مرض امکان داره که بازم دوباره پیش طفل امی واقع اتفاق بفته، بازم دوباره سوی اشکال که مثلا در بعد نس خصوصا گفتین در امایشان یا خصوصا در قسمت های میده دوباره ایجاد شوه یا اختلالات داشته باشه؟ مثلا ما فعلا در مورد قسمت کشک پایین میده بحث داشتیم که بله. در قسمت یک تعداد امی اصطلاحی که به حساب کانجنیتال هایپرتروفیک پایلوریک استینوز یا اضافه از حد روش کردن امی کشک از بله. طرف داخل و بیرونش به نام فیبروز یاد میکنن که یک نسج نرمال نیست که در اونجا رشد میکنه و سبب میشه که بندش در اونجا ایجاد بکنه. اگه این به شکل خفیف اگه بوده باشه، میتونه که پیش متخصص به داخل اطفال بره بله. برای تداوی دوایی ایره میتونه که تداوی بکنه. در صورتی که تداوی ناکام شد، فیل شد، در اون صورت
دکتر جراحی را پیش میره و سبب و او مداخله جراحی میکنه. وقتی که مداخله جراحی شد، در صورتی که کدام چرک، بله، کدام التهاب میکروب نبود، این گپ هایی که معمول نیست او قدر که در صورتی که عملیات صحیح درست شود امکان دوباره مشکل پیدا کردنش او قدر زیاد نیست. ممنون از اینکه دکتر صاحب در برنامه تشریف آوردین. تشکر زنده باشید. از روی خوب برنامه اکسیژن ادامه برنامه را پس از یک وقفه کوتاه دنبال کنید.